خب سلام و عرض ادب و ارادت خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به کلاس ادبیاتتون. انشالله حالتون خوب و عالی باشه. اگه صدای بنده رو میشنوین یه سلامی بله چیزی برای ما بفرستین که من متوجه حضور عزیزان بشم. سلام 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 سلام، انشالله حال همتون خوب باشه، انشالله عالی. خوش اومدید. سلام تینا و آیناز و اینا رو من دیدم. به به، ایشالله حالتون خوب باشه. چطوری بچه ها، همه چی رو به راهه؟ درس ها مرس ها خوبه؟ دلتون واسه ما تنگ شده بود. بله سلام سلام، سنا خانوم، آتنا خانوم، ملیسا، ستسپر تاهری، سلام به همه تون. ایشالله حالتون خوب و عالی و درجه یک باشه. بنده سیاوش بازوکی، خدمتگزار شما در استدیوی بزرگ بهصد. ایشالله بتونیم یه روز خیلی خوب و عالی داشته باشیم. ببخشید باعث تاخیری که داشتم، ترافیک غیر منتظره جمعه دیدیم، ولی انشالله که همتون خوب و عالی و درجه یک باشیم. ما جلسه گذشته، احمد رضا جان سلام اولا، دوما برای خدمتتون میگم چیکار بکنید و از آموزشگاه تهیه بکنید، نگران جزوه اصلا نباشید. آره خیالتون راحت، خیالتون راحت. دفعه پیش ما اومدیم یه سری مباحث در واقع پایه‌ای گفتیم و پرداختیم به ستایش در واقع کتاب درسی سال 11 هم شما. امروز میخوایم 11 همه ذره بریم جلوتر. کیا بچه ها دوستان عزیز جلسه گذشته ما رو کامل دیدن؟ یه تقاضایی هم که دارم تو چت همش فعال باشید. زنده بودن این کلاس به اینه که شما چتتون خیلی فعال و درستایی باشه. جزوه آماده شده، میگیم به آموزشگاه از فردا پس فردا دیگه جزوه هم در اختیارتون هست، خواستش رو نخورید حتما حتما. اون خانومی که یا آقایی که بازدید کننده 529 به ما بگن که اسمشون چیه. استاد تا پایان ترم به بودجه میرسیم؟ آره احتمالا به بودجه بندی امتحان ترمتونم میرسیم. آره بسیار عالی. تینا میگه من کامل دیدم. بازدید کننده 529 هم میگه منم دیدم. و جلسه قبل اگه دیده باشید کارمون راحته. امروز میخوایم بریم سمت درس یکم. آریا میگم، آریا فکر کنم جلسه بعدی شما اینو داشته باشید، خیالتون راحت. آره حتما آریا، نمیخواد 10 بار 20 بار بفرستی. آره یه سری از بچه‌هام که جلسه گذشته اصلا آنلاین پیش ما بودن و یه سری اسما فکر میکنم جدیدن. خیلی خوب، آتنا و تینا و لاچین هم که میگن ما دیدیم. اما امروز میخوایم در مورد درس یکمتون صحبت بکنیم، درس زیبای نیکی. بعد این درس یکم میگیم میریم جلو و حرفای متفاوت رو به درد بخوری داریم. آره آیناز، تستایی که گفتیم رو هماهنگ میکنم. آموزشگاه یه گروه واتساپ براتون میزنه یا تلگرام، پشتیبانای منو در اون گروه اضافه میکنیم. توی اون گروه پشتیبانان در خدمت شما عزیزان هستن و هر سوالی که دارید رو جواب میدن، سوال درسی، سوالای مشاوره ایتون و از اون ور تست اضافه اگه بخواین هم تقدیمتون خواهند کرد. اصلا قصهشو نخورید، فقط به آموزشگاه من بعد از کلاس حتما بگم که این دوتا کار رو برای شما انجام بده، یکی اینکه جزوه رو آماده کنن بهتون تقدیم بکنن و یکی هم این که در واقع تست اضافه و گروه واتساپ و گروه رفع اشکال براتون تعیین کنن. اگه همه آمادن یه بله بگن، تصویر جزوه رو این جلسه هم دارید، با هم دیگه پیش میریم. بعد به دستتون خواهد رسید که در واقع کتاب بنده و جزوه و این داستانا. اگه آماده ای اوکی بده بریم یا علی مدد کارمون رو شروع کنیم. یه داستان قشنگ و مهم رو داریم، داستان نیکی از در واقع بوستان سعدی. برو بریم آقا. ماریکلا، ماشاءالله به این انرژی، مرسی مرسی از این شور. ماریکلا ماریکلا، میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای. بچه اگه دقت کنید دو تا جمله داریم. جمله اول اینه، یکی روبهی دید بی دست و پای. اگه دقت کنی فعلش هم دیده، فرو ماند در لطف و صنع خدای، اینم یه جمله دیگه است. اگه دقت کنی فعلش فرو مانده، فرو ماندن هم بدونید یعنی متحیر شدن، تعجب کردن. یه نکته خیلی جذاب و کنکوری، کلمه یه صنع یعنی آفریدن، آفرینش. یاد بگیرید که کار و کردار هم درسته براش، نکته به شدت کنکوریه. بله مهدیس خانم، کامل قرابت معنایی، تستا و آرایه‌های ادبی، همین چیزی که می‌بینی به اضافه چند تا فصل دیگر رو داره اون کتاب.
آره مهدیس خانم، بسیار عالی. این از این. بچه ها سریع میخوام تو چت بتر کنید برام امروزا، بتر کنید. آقا به اعتماد دارای دو تا جمله بود، فهمیدیم از کجا، از اینکه دو تا فعل داریم. آقا این فعل ما اینجا اومده، این یکی فعلمون هم اینجا اومده تو جمله هامون. این یه جمله از فعل وسط، این یه جمله فعل اول. میگیم شیوه جمله ما چیه؟ ماشاءالله آیناز، باریکالله آیناز. میگیم شیوه جمله ما هست بلاغی یا به قولی بلاغی. وقتی آخرین کلمه جمله شما فعل نباشه، شیوه جمله شما میشود باریکالله بلاغی. اگه آخرین کلمه جمله شما فعل باشه، شیوه میشه عادی. بسیار عالی، یه مروری هم کردیم. بریم یه ذره حرفای متفاوت تر بزنیم. خوب گوش بده. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا خدا بسیار مهربانه و لطف و مهربونی خدا در همه جا هست. پس بیا نگاه کن اینجا چی نوشتم. این فراگیر بودن لطف خدا رو نشون میده. میگه یه روباه بی دست و پای و یکی دید در لطف و صنع خدا، در کار خدا، در محبت خدا و در مهربونی خدا همجون مون، تحیر کرد. خدا چقدر مهربونه. به خاطر اینکه دید به اون در واقع روبا هم خدا رزق و روزی میرسونه. بیا بیتو ببین. میگه که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. بچه ها دقت بکنید، بچه ها نگاه 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 نگاه. این چون همون چونیه که معنی چگونه میده. اینو با اون چونی که شما ادا تشبیه میگیرید میگید معنی مثل میده، با اون اشتباه نگیری عزیز دل. این چونه یعنی چگونه. بچه ها بیاین جمله اینو سوا کنیم ببینیم چند جمله است. که چون زندگانی به سر میبرد یه جمله. بچه به سر میبرد فعلمونه. بدین دست و پای از کجا میخورد، فعل بعدیمونم میخورده. حالا دخترها پسرها جنگی، دو تا جمله داشتم، فعلام اومدن این آخر جمله ها. شیوه جمله پر رو. مرسی از آیناز، مرسی دمت گرم، اینقدر پر انرژی و خوب. مرسی ملیسا، مرسی. جوابتون رو میخوام ها، جوابتون میخوام. شیوهش عادیه یا بلاغی؟ سنا باریکلا، سنا باریکلا، باریکلا امرزا، باریکلا امرزا، باریکلا تینا، باریکلا بقیه بچه ها عالی بود. دسته، مرسی، مرسی آتنا، دم شما گم. پس دقت کنید فعلا چون آخرن میگیم شیوه جمله ما چیه؟ عادیه. یه تست کنکورت همین خواهد بودا. حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما در کار خدا موندیم. چجوری این روباهه که فلج و کج و کولس و افتاده رو زمین زندگی میکنه؟ اصلا با این وضع دست و پا و خرابی چگونه زندگی میکند؟ از کجا میخورد؟ این هم شگفت زدگیه. اصل داستان هم اینه، عجز انسان در درک اسرار خدا. نمیتونه درک کنه که خدا داره چی کار میکنه. قبول؟ بسیار عالی. کادر بعدی میگه در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری برآمد شغالی به چنگ. میگه آقای درویشه داشت این روباه رو نگاه میکنه، گفت خدایا این روباه چه جوری زنده است، شکر تو چقدر لطف داری، چه خفنی. این روباهی که فلج دست و پا نداره افتاده رو زمین چه جوری زنده مونده تا الان، لطف و محبت تو. میگه تو همین فکرها بود درویش شوریده رنگ، که شیری برآمد شغالی به چنگ. دقت کنید، در این بود درویش شوریده رنگ یه جمله، از فعل بود فهمیدم، کشیری برآمد شغالی به چنگ، اینم یه دونه دیگه. بچه ها اگه دقت بکنید فعل این یکی هم هست برآمد، فعل این هست چی؟ برآمد. بچه ها این فعل، اینم فعل، با توجه به وضعیت چی و عادی و بلاغی. ماشاءالله سنا خانم، باریکالله، باریکالله. بچه ها بقیه هم همه گفتم، من اسمشون رو دیدم، باریکالله، بلاغیه. از اون ور قضیه نگاه کنید بچه ها، شغال، تعریف این کلمه رو دقیق برات باشید، جانوریست پستاندار، از تیره و نژاد سگانه و جز رسته و دسته گوشتخاران است. جزئیات رو بلد باشید. یه لغت خیلی مهم که من ازش میترسم شوریده رنگه. شوریده رنگ یعنی آشفته حال. مواظب این لغت هم باشید. ذکرم کرده بودم که ما شیوه بلاغی داریم در هر دو جمله، هم در جمله اول هم در جمله دوم. پس بازم مواظب شوریده رنگ باشید، یعنی آشفته حال، کلمه مهمیه. نه خانم جواب من قصه نخور، دو تا بیت درس دادم، بعد بیا آفلاین این دو تا بیت رو ببین، 10 دقیقه هیچی نیست، قصه نخور. اوکی جواب من حل. بسیار عالی. حالا در ادامه بریم یه صحبتی بکنیم. بچه ها اینجا رو بینید، میگه شوریده رنگ و
وقتی میگه شوریده رنگ آرایه حسامیزی جلسه بیش توضیح دادم. اونایی که نبودن احیانا یا نمیدونن یه نگاهی به جلسه بیش بندازن. شوریده رنگ، شوریده یعنی آشفتگی. خب این که میش میگه شوریده رنگ آرایه حس آمیزی هم داره که من صفحه بعدم براتون ذکر کردم. حالا آرایه های دیگر رو یواش یواش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. مثل چی؟ مثل آرایه جناسی که میخوایم دمش صحبت کنیم. من یه صفحه سفید براتون باز میکنم، لطفا دقت کنید ببینید سیاوش بازوکی چی میگه. سر بالا. آقا بحث چیه؟ آرایه ایست به نام جناس. جناس خیلی خوردریز داره. برای توی 11 میخوام یه جوری بگم، فقط کلیت داستانو یاد بگیرید. بچه‌ها ببینید آرایه جناس دو مدل داره. یا میگن جناس تام یا میگوین جناس ناقص. جناس تامو قراره در نظام جدید صداش کنن جناس همسان و جناس ناقص رو بهش میگن جناس ناهمسان. حالا یعنی چی؟ در هر دو در واقع جناس ما مواجهیم بچه‌ها با کلمه. یعنی همیشه میگیم این کلمه داره با این یکی جناس میسازه. چه جوری؟ آقای بازوکی جناس تام یا جناس همسان چیست؟ سرا بالا. جناس تام یا جناس همسان چیست؟ ببین چی می‌نویسم؟ میگم دو تا واژه داریم، دو تا کلمه داریم. این دو تا کلمه عین همن. معناهاشون متفاوت است. پس هر موقع شما در بیتت دو تا واژه داشته باشی عین هم باشن، کپی هم، تلفظشون هم یکسان باشه ولی معناهای متفاوتی داشته باشن، میگیم جناس چی داریم؟ تام. اما جناس ناقص چیه؟ جناس ناقص نگاه کن یه ذره تعریف من با بقیه معلم‌ها فرق داره. میگم دو تا واژه دارم خیلی شبیه هم، تقریبا میشه گفت عین هم، فقط یک اختلاف کوچک در یک حرف یا حرکت دارند. پس بچه ها دو تا واژه داریم عین هم، کپی هم، یه دونه اختلاف کوچولو دارن. حالا اون یه دونه تو حرف، تو یه حرکت، یا تو کم و زیاد شدن یه حرف و حرکت، این اصلا برای مهم نیست. به این میگیم جناس ناقص یا ناهمسان. حالا یه دقیقه نگاه کنید با توجه به حرفایی که من زدم توی بیت اصلی که ما داریم. ببینید میگه در این بود درویش شوریده رنگ که شیری برآمد شغالی به چنگ. بچه به واژه های چنگ و رنگ دقت کنید چقدر به هم شبیه هن. ولی یه حرف بینشون اختلافه، حرف اولشون. اون رنگ این چنگه، فقط حرف اولشون جابجا شده. ما به این قضیه میگیم این دوتا واژه جناس چی دارن؟ جناس ناقص. چرا میگیم جناس ناقص دارن یا ناهمسان چنگ و رنگ؟ به خاطر که یه حرف بینشون اختلافه. اگه دوتایشون عین هم بودن اما معناهاشون متفاوت بود میگفتیم جناس تام. یادتون باشه تو جناس ناقص ما اصلا کاری با معنی نداریم، فقط با تلفظ کار داریم. رنگ، چنگ، یه حرف اختلاف دارن، بله بهش میگیم جناس ناقص. معنیاشون چی هستن برای مهم نیست. حل آقا جان؟ خیلی عالی. حالا پس چی شد؟ یه ذره معنی کنیم. میگه تو همین حال و هوا بود آقای درویش که این روباه از کجا میاره میخوره چجوری زنده است و فلان و بیسار و اینا، که یهو دید یه شیری اومد که شغالی رو به چنگ گرفته بود. یه شغال چه کار کرده بود؟ شیره اومد. خب اوکی، مفهوم خاصی نیست. حالا من نمیشم صلابت شیر، حیرت درویش، اوکی، ولی مفهوم قرابت معنی خاصی نداره. حالا بیت بعدی رو ببین. میگه شغال نگون بخت را شیر خورد. میگه شیره اون شغالی که شکار کرده بود نشست خورد، بیا دل سیر غذا خورد. بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. میگه هر چی از اون شغال مونده شیره خورد دیگه شغاله رو. میگه هر چی باقی موند، باقی مونده یه شغاله رو کی خورد؟ اون روباه بدبختی که دست و پا نداشت، فلج بود. گرفتی منظورشو؟ آها، میخواد بگه روزی اون روباه به واسطه اون شیره رسید بهش. یعنی روباه خودش جون راه رفتن و تکون خوردن نداشت. چه اتفاقی افتاد؟ شیری شغالی شکار کرد خورد، باقی موندهش رسید به این روباه بی دست و پای داستان ما. میخواد بگه خدا رزق و روزی افراد رو اینجوری مهیا میکنه، اینجوری براشون میبره. پس نگاه کنی تو مفهوم چی نوشتم. گفتم
شیر واسطه روزه رسانی شد، وسیله شد از طرف خدا که رزق و روزی اون بدبخت رو براش ببره. بیاین جمله هاشو سوا کنیم. شغال نگونبخت را شیر خورد. این یه جمله است، فعلش هم که خورده. قبول؟ میگه بماندان چه روباه از آن سیر خورد. میگه آقا اون چیزی که موند روباه از آن سیر خورد. این هم یه جمله دیگه. اگه دقت کنید فعل جمله دوم این بمانده، این یکی فعلش خورده. فعلا رو سوا کن پازوکی. چشم. این فعلا بچه با توجه به جمله دوم شیوه ما چیه؟ شیوه بلاغیه. پس بیت امام شیوه شیوه بلاغی است. قبوله؟ خیلی عالی، مرسی آیناز. ملیسا میگه میارید صفحه بعد یه دقیقه یه عکس بگیریم. چشم. اینجا رو میخوای؟ بیا بابا یه عکس هم از این بگیر بریم جلو. اوکی شدی؟ اوکی بده ها ملیسا. بچه شما بگید تا اینجا فهمیدید اوکی؟ این همه ادامه بدیم. بله خیلی خوب. ملیسا که اوکی شد، حالا بیا اینجا بیا یه ذره صحبت کنیم. بچه ها میگه هر چی که از شیر موند اون سیر خورد. شیر سیر چه آرایه‌ایه؟ باریکلا. جناسه. جناسه چی؟ ناقص یا ناهمسان. اگه دقت کنی اینجا من برات نوشتم ناهمسان همون ناقصه دیگه. دو کلمه خیلی شبیه به هم یک اختلاف کوچولو داشتند. خب اینم از این. آیا بازی که مفهوم خاصی وجود داره؟ نه، مفهومش همین بود که میخواد بگه شیره شد واسطه روزه رسانی. اما بیت خیلی مهم، حتما حواست باشه به این بیت. ببین چی میگه. میگه دیگر روز باز اتفاق افتاد. من سوال مهدیس رو جواب بدم بعد ادامه بدم. بچه مهدیس خب میگه آقا مثلا این جمله مثلا عادیه، این هم مثلا عادی از نظر من، بعد مثلا یه دونش بلاغی شده، کل بیت بلاغی میشه. بله ما جلسه پیش هم گفتیم اگر یه بیتی داشته باشی 10 تا جمله داشته باشه، از این 10 تا 9 تاش عادی باشه یه دونش بلاغی باشه، کل بیتت میشه بلاغی. فهمیدی؟ اینو ذهنه داشته باش. دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد. یه دقت میخوام. آقا دیگر روز باز اتفاق افتاد، یه روز دیگه دوباره این اتفاق افتاد. چه اتفاقی؟ روزی رسان قوت روزش بداد. دقت کنید بچه ها، قوت یعنی رزق، غذا، خوراک. مواظب باشید بچه ها. من این نکته در مورد کلمات غذا بگم. ببین ما یه غذا داریم اینجوریه، ببینی این غذا یعنی خوراک. ما یه غذا داریم اینجوریه، این همون غذا و قدر و تقدیره، یعنی هر چیزی که حد و اندازه داشته باشه. مثلا این غذایی که اینجا میبینی، کلمه مثلا میگیم کارتم منقضی شد یا تاریخ انقضای این شیر گذشته، اینا هم خانواده اینا، یعنی حد زمانی. حتی وقتی میگی در واقع نمازم قضا شد، این همون قدر و حد و اندازه است. خب البته که جداگانه میتونه معنی تقدیر و سرنوشت رو هم بده. ما یه قضام داریم با غین و رزه. کی به من میگه این قضا با غین و رزه یعنی چی؟ بگید ببینم میدونید. اگه نمیدونم بگو نمیدونم. قضا با غین و رزه یعنی چی؟ قضا با غین و رزه. باریکلا ملیسا که درست گفت. بچه این هم خانواده غزوه، به معنی جنگ. درسته؟ آفرین. باریکلا باریکلا باریکلا. بسیار عالی، مرسی. حالا بریم ببینیم چی میگه. میگه بازم یه روز دیگه این اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد. روزی رسان منظور کیه؟ خداست. میگه بازم یه روز دیگه خدا رزق و روزی اون روباه رو بهش داد، قوت روزش بداد. این شیء که داره میگه
قوت روزش، قوت روز، قوت روز کی؟ ای بابا چرا پاک کرد؟ قوت روز کی؟ این شعر منظور کیه؟ این شعر منظور روباه است. خدا رزق و روزی اون روباه رو بهش بازم داد. یعنی این اتفاق شانسی نبود که خدا رزق و روزی در واقع روباه رو همینجور شانسی بهش رسوند. میگه هر روز این اتفاق میافتاد بچه‌ها. و نکته جذاب اینجاست، میخواد بگه خدا روزی رسانه و رزق و روزی خدا مال یه روز نیست، دائمیه. دائمی بودن رزق و روزی خدا و از همه مهمترینه عمومیت رزاقیت خدا، یعنی خدا به همه رزق و روزی میدهد. آیه قرآن داریم، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا رزق و روزی میده بدون خدمتتون عرض کنم که حساب و کتاب، به همه رزق و روزی میده. قبوله؟ اگرم دقت کنید بچه ها، این که افتاد فعلمونه و این بدادی هم که فعلمونه باعث شدن که شیوه کل جمله ما انگاری عادی باشه با این تو این دوتا جمله. از اون ور دیگر روز باز اتفاق افتاد، شما کلمه روز رو میبینی، این ور کلمه روزی رو میبینی. اگه دقت کنی میتونیم اینا رو هم جناس ناهمسان یا ناقص بگیریم. و همین که ما به این آیه ان الله یرزق به یشای بغیر حساب اشاره داشتیم، پس در واقع تلمی هم داریم. چند تا بیت بخونیم در مورد عام بودن رزق و روزی خدا، اینکه خدا به همه رزق و روزی میده، اندازه نداره، کم و زیاد نداره، به همه میرسه. بیت اول میگه تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندین مسوز. بچه ها میگه خدا تواناه، روزی تو میرسونه، اینقدر خودتو نکش، اینقدر خودتو اذیت نکن که روزی میرساند. پس این به رزاقیت خدا اشاره داره. بیت سوم بچه ها بیت سوال کنکور بوده، دقت کنی. میگه برادر شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. میگه رفتم در خونه در واقع یه شاهی دیدم یه گدایی نشسته، گفتم آقای گدا شما از کجا رزق و روزی میاری؟ گفت یه روز پادشاه کمک میکنه، یه روز این آقا، یه روز اون خانم، یه روز یکی در واقع نظری بهم میرسه، خلاصه بهم میرسه رزق و روزی، یکی دعوت میکنه، یه روز سر سفره اینم، یه روز سر سفره اونم، به من گدا زیاد میرسه از این اینور اونور. ولی یه چیزی رو میدونم، سر هر سفره‌ای که نشستم فهمیدم خدا رزاق بود، رزق و روزی من دست خداست. این که میگه خدا رزاق بود اشاره به این داره که چی؟ رزاقیت خدا داره. تازه میگه سر هر خان و سفره‌ای که نشستم این قضیه بود. بچه ها مواظب واژه خان باشید دیگه. ببینید یه چیز خیلی خوشگل بهتون یاد بدم بچه ها، خان، کاش بیام یه جای دیگه که جا هست بنویسم. بذار بیام یه صفحه سفید براتون وا کنم، تو این صفحه سفید رو بنویسیم. خب ببینیم داره کلوفتش هم کنیم. خب آقا ببینید، ما یه خانی داریم که معنی سفره میده. این خانی که معنی سفره میده رو حتما باید اینجوری بنویسید. قبول؟ اوکی. ما یه خانم داریم معنی امیر و بزرگ جای میده، مثلا میگیم خان امو. خب اینجوریه، قبوله؟ قبول؟ حالا اینجا نگاه کنید، سر بالا، اینو دقت. اگه خان بخواد به معنی مرحله باشه با کدومی که از این املا به من بگید، با واو یا بدون واو؟ به من بگید ببینم. اینجا به نکته جالبی میرسیم. ملیسا نظرشو گفت، هلیا میگه بدون واو، آیناز میگه با واو، ملیسا هم گفته بدون واو، آتنا میگه بدون واو. و جالبیش اینجاست بچه ها، خان به معنی مرحله دو املاییه، یعنی شما چه هفت خان رو با این خان اینجوری با واو بنویسی، چه بدون واو بنویسی، در واقع جفتش درسته. خا
خان به معنی مرحله دو املایی است و هر دو املا صحیح و درست است. نکته به شدت جذابیه. ولی اگر خان شما بخواد معنی سفره بده فقط با واو، اگه خان شما بخواد معنی امیر و بزرگ جاییو بده فقط با الف، اون واوی که دو املاییه واو چیه؟ مرحله است که هر دو درسته. خانه با واو درست، خانه با الف هم درست. حتما اینو نوت برداری، چیز به درد بخوریه. همه فهمیدی؟ همه فهمیدی؟ آفرین. این از این. گفتم اینم گفته باشم. برگردم اقا. حالا بیت بعدی رو ببین. میگه گرم نیست روزی ز مهر کسان، خدای از رزاق و روزی رسان. میگه اگر بقیه به من روزی و مهر و محبتی نمی کنن، خدا رزاق و روزی رسونه. من منتظر بقیه نیستم، خدا به هم رزاق و روزی میدهد. پس این بازم رزاقیت چی؟ خدا بنده. بریم بیت بعدی که خیلی مهمه. میگه یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. اول من بیان یه چیز آسون بهتون یاد بدم بچه. کلمه شد در زبان فارسی ما دو تا شد داریم. شدی که معنی گشت و گردید میده که یه فعل اسنادیه. ما یه شدم داریم که معنی رفت میده و یه فعل غیر اسنادیه. به این توجه بکنید. پس ما دو مدل شد در زبان فارسی داریم. این خیلی حساسه، چه برای امتحان تشریحی چه برای کنکور. حالا میگه یقین مرد را دیده بیننده کرد. دقت کنی، این شدی که اینجا اومده شدیه که معنی چی میده؟ رفت میده. شد و تکیه بر آفریننده کرد. نکته بعدی، جلسه پیش من انواع را رو صحبت کردم. یه بار دیگه خیلی خلاصه انواع را رو بذار همونجا میتونم بنویسم. انواع را رو این پایین یادآوری میکنم. یادتونه؟ آقا ما سه مدل را داشتیم به درد بخور برای شماها. یه را داشتیم را مفعولی بود، یه را داشتیم را حرف اضافه بود، یه را دیگه هم دیدیم به نام را فک اضافه. را مفعولی اونی بود که من یه کلمه ای دارم، بعد از مفعول من را میاد. نگاه میکنم این کلمه بوده مفعول جمله من، اون موقع است که به این را میگویم رای مفعولی. این از این. رای بعدی رای حرف اضافه بود. بذار جلوتر. من یه کلمه ای تو جملم دارم، بلا فاصله بعدش یه را اومده. گفتیم اگر ما بتوانیم این را رو از آخر کلمه برش داریم، بیاریمش اول کلمه، به جاش یا به بذاریم یا با بذاریم یا از بذاریم یا حتی برای بذاریم، به اون را میگن رای حرف اضافه. پس داستان رای حرف اضافه هم اینه که آقا بیاد عقب معنی به با از برای بده. حالا اینجا نکن. رای بعدی که باید یاد بگیریم رای فک اضافه است. هلیا بپرس من جواب میدم. رای فک اضافه چی بود؟ گفتیم دو تا کلمه داریم، ذره فاصله بذارم. گفتیم دو تا کلمه داریم، بین اینا یه را میاد. رای که بین دو تا کلمه میاد چی کار میکنه؟ اگر بشه اینا رو برعکس خون، یعنی به جای اینکه از راست به چپ بخونی چپ به راست بخونی، اون وقت را رو حذفش کنی، تبدیلش کنی به ا، تبدیلش کنی به کسره، اون موقع است که به این را میگوییم رای فک اضافه. حالا اینجا نگاه کنید. میگه یقین مرد را دیده بیننده کرد. مرد را دیده بیننده کرد یعنی چی؟
من میگم این یعنی دیده مرد را بیننده کرد. یعنی چی های پازوکی؟ میخوام بهت بگم این را رای فک اضافه است. اینجا براتون نوشتم نوع را فک اضافه. این نوع را مرد را دیده یعنی دیده مرد. کیا فهمیدن این مرد را دیده یعنی چی؟ هلیا هنوز تصویب نشده، جلسه پیش دمدش صحبت کردم. خب این از این. یقین مرد را دیده بیننده کرد. مرد را دیده بیننده کرد یعنی دیده مرد را بیننده کرد. چی؟ یقین. ببین یقین یعنی بیشک بیگمان، ولی اینجا خب منظور خودمونی میخوام بگم خارج از بحث لغت تو مفهوم یعنی ایمان. خب بگه ایمانه به خداوند چشای مرد رو بیننده کرد، باعث شد چش مرد باز بشه بره و تکیه کنه بر آفریننده. اینکه تکیه بر آفریننده کرد، اینجا من براتون می‌نویسم توکل کردن. توکل کردن یعنی همین دیگه، کارو بسپرم دست خدا. اینکه بصیرت یافت از مشاهدات، چیزایی که دید باعث شد که ایمان بیاره و بره توکل کنه به کی؟ به خدا. پس بحث توکل به خدا هم هست. حله؟ باریکلا. خیلی خوب. بریم جلو. حالا 164 میگه که از این پس به کنجی نشینم چو مور، که روزی نخوردن پیلان به زور. داستانشو گوش بدید چی شد. یه آقای درویشی داشت رد میشد، یه روباه فلجی رو دید، گفت آخه این روباه از کجا میاره میخوره، خدایا دمت گرم که اینو حفظ کردی. دید یه شیری اومد غذاشو خورد، بقیهش موند، روباه بقیه غذای شیره رو خورد و جون گرفت و استفاده کرد. همین چیزی که یارو دید باعث شد ایمان بیاره به خدا و بره توکل کنه به خداوند. حالا جالبیش اینه، نگاه کنید، یارو نتیجه گیری احمقانه ای کرد، گفت ای ول که از این پس به کنجی نشینم چون مور، منم میرم یه گوشه میشینم. چنقدر حمالی میکردم برای یه لقمه نون تا الان، میرم یه گوشه میشینم، خدا رزق و روزیمو برمیداره برام میاره. حتی فیلای گندم که نمیرن کار کنن سر کار برن پول در بیارن، که اونم رزق و روزیشونو خدا میرسونه. خدا مگر رزاق نیست؟ منم صبر میکنم یه جا رزق و روزی میرسه. بچه این که به کنجی نشینم چو مور، ما میدونیم این چوه برای ما آرایه تشبیه ایجاد میکنه. مثل مور درویشه قراره مثل مور چه گوشه بشینه. بچه ولی به این قضیه ای که میگه به کنجی نشینم، ما تو ادبیات میگیم یادداشت کنید گوشه نشینی، انزوا، عزلت، املاها رو یاد بگیرید، دوری از خلق و مردم گریزی. این مفهوم جالبه. پس این که میگه میرم یه کنجی میشینم مثل مورچه، یعنی گوشه نشینی میکنم، منزوی میشم، انزوا میکنم، گوشه ی عزلت میگزینم، از مردم دوری میکنم، مردم گریز میشم. قبول؟ که روزی نخوردن پیلان به زور. خب اوکی، میگه تصمیم گرفت به گوشه نشین شدم و اینکه توکل کنه خدا رزق و روزیشو بیاره واسه شون درویشه. اوکی، اما بریم جلو. نتیجه شیه؟ میگه زنختان فرو برد چندی به جیب، که روزی که بخشنده روزی فرستد ز غیب. یه دقت میخوام، زنختان فرو برد چندی به جیب، این یه جمله است. بخشنده روزی فرستد ز غیب، یه جمله. اینم که میبینی حرف ربط این وسطه. پس چند تا جمله داشتی؟ دو تا جمله داشتی. اگه دقت کنید فعل جمله اول اینه فرو برد، فعل جمله دوم چیه؟ فرستد، یعنی بفرستد. بچه ها با توجه به جایگاه فعلا شیوه عادیست یا بلاغی؟ با توجه به جمله هامون شیوه عادیست یا بلاغی؟ ماشالله تینا، ماشالله ایناز که جلو جلو همه میگن دمتون گرم. دقیقا
دقیقاً چون فعل وسط اومده است، شیوه شیوه چی است؟ بلاغی یا به قولی بلاغی است. این یه موضوع. حالا یه چیزی میخوام به یاد بدم به شدت مهم. بچه ها زنختان به جیب فرو بردن کنایه است. کنایه است چی؟ کنایه است یک گوشه نشینی کردن، دو انتظار و صبر، و سوم تفکر کردن. ولی اینجا بیشتر چیزی که مد نظر ماست چیه؟ گوشه نشینیه. پس زنختان به جیب فرو برد گوشه نشینیه. دوستانی که نمیدونن یا یادشون رفته کلمه زنختان یعنی چانه. بچه ها میدونستید مخفف هم داره. بعضی ها میگن زنختان رو میگن، اگه جایی شنیدی تستی سوالی تعجب نکن، میگن زنخ. زنخ هم همون چیه؟ زنختانه. چیز عجیب غریبی است. مخفف کلمه زنختان به معنی چانه. جیبم که یعنی یقه و گریبان. میگه این درویشه رفت زنختان به جیب فرو برد، یعنی منتظرمون، یعنی گوشه نشینی کرد که چی بشه؟ که خدا رزق و روزیشو از غیب براش بفرسته، که بخشنده روزی فرستد ز غیب. خدا از غیب براش رزق و روزی بده. این یعنی چی؟ بچه اینا یعنی گوشه نشینی، انتظار داشتن، همون عزلت و انزوا و دوری از خلق و مردم گریزی که بالا تو بیت قبلی گفتیم. ببینیم چند تا بیت بخونیم. بیت اول ببین، میگه امیدی به جاماندگر نیز هست، به سودای عزلت در خانه بست. بچه اینکه به سودای عزلت در خانه بست یعنی گوشه نشینی کرد. یا بیت دوم خیلی قشنگه، زاهدی از خانه رضا توشگیر، گشت ز قوقای جهان گوشه گیر. گشت ز قوقای جهان گوشه گیر. این که گوشه گیری کرد این یعنی چی؟ دوری از مردم، مردم گریزی. اگر پای در دامن آری چو کوه، سرت ز آسمان بگذرد در شکوه. بچه پای در دامن آوردن مثل کوه دقیقا مصداق گوشه نشینی است. یه گوشه بشینی مثل کوه، بریم دور از مردم. در ایام جوانی پیر گشته، چون عنقا رفته عزلت گیر گشته. این که عزلت گیر گشته گوشه نشینیه. کی یادشه؟ فکر کنم جلسه پیش بهتون گفتم، اگه یادتون نیست بهم بگید. عنقا یعنی چی؟ اگه یادتونم بهم بگید. عنقا کسی یادشه یعنی چی؟ عنقا، 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 عنقا نبود؟ بچه عنقا همون پرنده افسانه‌ایه. سیمرغ. میگه مثل سیمرغ رفت گوشه گیر شد. سیمرغ یه پرنده افسانه‌ایه دیگه، هیچ کی تا حالا ندیدتش. آها آیناز مریسا یاد گرفتین شما دوتا؟ پس عنقا همون پرنده سیمرغه که هیچ اثر و نشونی ازش جا نیست. حله؟ خیلی خوب، بریم بیت بعدی. خلاصه درویشم گفت من میرم یه گوشه میشینم، خدا رزق و روزی میرسونه دیگه، چه انقدر حمالی کنم، چه انقدر بدو بدو کنم. نگاه کن، میگه نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. اولا یاد بگیرید ما اینجا یه دردسری داریم. دردسر ما اینه بچه، ببینید تیمار یعنی غم. میخوام معنی های دیگه ای هم واسه تیمار بگم، بنویسیم. تیمار یعنی غم. اندیشه هم میشه تیمار، علاوه بر غم معنی اندیشه هم میده. اما نکته جذابتر بازی و نکته مهمتر بازی اینه بچه، که تیمار خوردن یعنی غمخواری کسی رو کردن. تیمار خوردن یعنی غمخواری کسی رو کردن. بچه احمد رضا اشاره میکنه به این قضیه، میگه آقا من یه نگاهی کردم فهمیدم دوست و پوست هم اینجا با هم دیگه جناس میسازن، جناس ناقص یا به قولی ناهمسان. قبولش دارید؟ بله من که قبولش دارم، باریکلا بهش. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. میگه نه بیگانه ها، نه غریبه ها، نه دوستا، هیچ کس تیمار اونو نمیخورد، غمش رو نمیخورد، غمخواریش رو نمیخورد. میدونی یعنی چی؟ میگه اون یارو آقا درویشه رفت یه گوشه نشست همینجوری، خدا ان شاءالله رزق و روزی منو بهم بده.
گفت خدا رزاقه دیگه، من میشینم تا یه روزی خدا رزق و روزیمو بده. میگه بنده خدا دیگه داشت میمرد، نه غذایی میومد، نه آبی، نه نونی، نه دونی، همینجور نشسته بود، هیچ کس هم تحویلش نمیگرفت. میگه همینجور ضعیف و لاغر میشد. میگه نه بیگانه ها، نه دوستا، هیچکی تحویلش نمیگرفت. چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. چنگ که میدونید بچه، چنگ اسم یه سازه. خب میگه چو چنگ شده بود، یعنی مثل چنگ شده بود، یعنی همینجا یه آرایه تشبیه هم وجود داره. پس علاوه بر اون دوست و پوستی که گفتی جناسه، یه تشبیه هم داریم که میگیم درویشه مثل چنگ شده بود. اما قشنگی بازی اینه، میخوام یه آرایه خیلی جذاب بهتون تو صفحه سفیدم یاد بدم، به شرطی که خوب 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 گوش بدید. باشه؟ سر بالا. فقط میخوام یه ندا بدم که از یه ناآگاهی در بیاین. همه آمادن یه بله به من بدید؟ بودو ببینم. همه آمادن یه بله به من بگن؟ بودو 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 بودو. ماشاءالله. آفرین. میخوام در مورد آرایه‌های مثل ایهام و درد بعدیتون، ایهام تناسب، یه کوچولو باهاتون صحبت کنم. یه بار برای همیشه. آقای پازوکی ایهام یعنی چی؟ ایهام یعنی شما داری بیت و متنتو میخونی، به کلمه‌ای برخورد میکنی. این کلمه دو معنیه. ما میدونیم کلن دوتا معنی داره. یه معنی اولی داره، من اینجور نشونش میدم، یه معنی دومی هم داره. بعد چی کار میکنی؟ میایم معنی اول کلمه ها رو میزنیم جای خودش تو متن و بیتمو میخونیم. اگه این معنی رو گذاشتیم، خوندیم، ترجمه شد، همه چی معنی داد، میگیم خب اوکیه. دومی رو میذاریم جای کلمه اصلی، میخونی، میبینی به به، اونم معنی میده. به این حالت میگیم کلمه ما دارای آرایه ایهامه. یه بار دیگه چی شد؟ یه کلمه ای داشتم، هر دو معنیش قابل جایگذاری و ترجمه بود در متنم. تا اینجا قبول؟ بری یه مثال ببینی با هم دیگه. آره؟ از این؟ ای بابا. بریم مثال ببینیم. پس یه کلمه ای که دارای دوتا معنیه، هر دو معنیش قابل جایگذاری و ترجمه هستند. خب من پی دی اف هم عوض کنم، بیام اینجا یه مثال خوشگل بهت نشون بدم از کتابم، بعد خواستین اسکرین‌شات ازش بگیرید. الان برات میارم. پس ایهام یه کلمه ای که دارای دو معنیه و هر دو معنیش قابل جایگذاری و چیان ترجمان در متن ما. ما به این میگوییم ایهام. آها بیا. کافیه. بیا اینجا. میگه صبح محشر که من از خواب گران خیزم، به جمال تو چون نرگس نگران خیزم. بچه‌ها به نظر شما توی این عبارت، این بیتی که من الان براتون خوندم، این کدوم کلمه است که میتونه اون شرایط ایهامو داشته باشه، هر دو معنیش قابل جایگذاری و ترجمه باشه؟ یه دفعه فکر کنید ببینید چی دارین دو معنی. نظراتتون رو بگید ببینم، میخوام ببینم ذهنیتتون کجاست. نظرتون رو چیه؟ آتنا میگه خیزم، سنا میگه خواب، احمد رضا میگه جمال، ملیسا میگه گران، احمد رضا میگه محشرم میتونه باشه، لاچی میگه خواب، آیناز میگه محشر، تینا میگه گران. و جالبی چینه، همه نظراتی که تا اینجا اومده، گران هم اومدش، بازم از بچه ها، ولی همه نظراتون غلط. خوب گوش بدید. صبح که خب صبح، محشر یعنی روز قیامت، من از خواب که دوتا معنی نداره،
گران هم اینجا فقط معنی سنگین میده. خواب سنگین. خواب گرون قیمت که نداریم. خیزم هم یعنی بلند شم. از خواب بلند شم. به جمال تو، جمال یعنی زیبایی ظاهری تو. چون نرگس نگران خیزم. میگه روز قیامت که من از خواب بیدار میشم، مرده بودم زنده میشم، همش نگران تو هم. میشه دوتا برداشت کرد. این که من همش نگران تو هم، یعنی مضطربم برای تو، استرس تو دارم، نگرانت هم، همش نگران تو هم. من ها کنید نگرانت هم، استرس تو دارم، همش نگران تو هم. نگریستن، نگران یعنی در حال نگاه کردن. نگرنده. بعد دقتش کنی میگه روز قیامت که من مرده بودم بلند میشم، همش نگران تو هم، استرس تو رو دارم، همش نگران تو هم، همش دارم دنبال تو میگردم با چشام، نگرانتم، نگران. همه فهمیدن؟ پس کلمه نگران بود که در این بیت ایهام داشت و هر دو معنی نگران و ناراحت و مضطرب و معنی نگرنده و در حال نگاه کردن ازش برداشت می شد. دیدی چه خوب بود؟ آها. میخوام بگم بچه کلمات ایهامدار رو شما باید طبق تجربه یواش یواش یاد بگیرید. من این قول رو به شما میدم که حالا با کتابی که جلو میریم حداقل 100 تا کلمه شما باید بلد باشید که اینجوری ویژگی های ایهامو دارن. ولی نکته قشنگ بود که هر دو معنی رو دیدیم قابل جایگذاری و ترجمه بودن در متن. قبوله؟ این از این. برگردم برم سر جای اصلی. خب پس ایهامو دیدیم که یک کلمه ایه که دارای دوتا معنیه، هر دو معنی اون قابل ترجمه بود، هر دوتا معنی رو داد. حالا بیاین در مورد کلمه در واقع آرایه به نام ایهام تناسب با هم صحبت کنیم. خیلی سخت میشه، خوب گوش بده. یادتون نره در ایهام هر دو معنی قابل جایگذاری بود، اما ایهام تناسب میگه من دارم به ایتام میخونم، به کلمه ای برخورد میکنم، این کلمه دارای دوتا معنیه، یه معنی اولی داره، یه معنی دومی داره. بعد معنی اول رو میذاریم جای کلمه اصلی، میخونیم، معنی میده. این ایهام، یه کلمه دوتا معنی داره، یه معنیشو گذاشتم جای کلمه اصلی تو بیتم خوندم، معنی داد. اما معنی دوم و هر چی میذارم جای کلمه اصلی بیت و متن رو میخونم، اصلا معنی نمیدهد، قابل جایگذاری و ترجمه نیست. اما همین که قابل جایگذاری و ترجمه نیست، همین کلمه‌ای که جایگذاری نمیشه، به یک یا چند کلمه دیگه توی بیت ما ربط داره و اصطلاحاً میگیم تناسبی دارد، ربطی وجود داره بین معنی که جایگذاری نمیشه با یک یا چند کلمه دیگه که در اون متنه. یه بار دیگه مرور کنی بعد یه مثال بزنم میفهمی. پس یه کلمه ای دارم دارای دوتا معنیه، معنی اولو میذارم میخونم، معنی میده. دومی رو که میذارم میخونم، معنی نمیده. اونی که معنی نمیده و جایگذاری نمیشه ربط داره به یک یا چند کلمه دیگه توی اون متن. حالا در این شرایط ما میگیم این کلمه اینجا، اینی که من نارنجیش کردم، ایهام تناسب دارد. یه مثال خوب از ایهام تناسب ببینید. من مثال ایهام تناسب اگه اجازه بدید اینجا می نویسم. میگه در سواد شب توان، ای بابا، توان خواندن کتاب آسمان. یکی از کلمات دو معنی که شما باید بیاموزید کلمه سواد است. دقت کنید، اگه دقتت بالا باشه متوجه میشی که ما یه سواد داریم که نیمچه عربیه، مثل اسود به معنی سیاهی. یه سواد هم داریم مثل فلانی بی سواده، بی علم و دانشه. قبول داری؟ حالا اینجا نکن،
در سواد شب، یعنی در دانش شب، معنی میده؟ اصلا. اما در سیاهی شب معنی میده؟ بله. یه معنی جایگذاری شد، یه معنی جایگذاری نشد دانش. حالا این دانشی که جایگذاری نشد به چیا ربط داره تو متن ما؟ ربط داره به خوندن، دانش دیگه، ربط داره به کتاب. با اینا چی داره؟ تناسب داره. پس ما یه کلمه داشتیم، یه معنیش اوکی بود، یه معنیش اوکی نبود. اونی که اوکی نبود تناسب داشت با یک یا چند کلمه دیگه. حالا شما میفرمایید که کلمه سواد دارای آرایه‌ای است با نام ایهام تناسب. همه فهمیدن؟ اصلا لاچین معنی اول و دومی وجود نداره. یکی از معانی جایگذاری میشه، اون یکی نمیشه. اونی که نمیشه تناسبی دارد، به این میگیم ایهام تناسب. هریا میگم که از فردا پیگیری کنه، از فردا پس فردا زنگ بزنید آموزشگاه پیگیریشو بکنید. باشه، همه یاد گرفتن فرق ایهام و ایهام تناسب و جواب من نمیدن ها؟ همه فهمیدین؟ من میگم یه اسکرین شاتی، یه عکسی، یه نوتی بردارید. خیلی چیز مهمی بودا. مهدی صرف قشنگی میزنه، میگه آقای پازوکی یه موقع بود مثلا این جایگذاری شد این نشد، تناسبی هم نداشت با چیزی. اون موقع چیه؟ اون موقع نه ایهام داری نه ایهام تناسب. درسته؟ لاچین اینو میگی در سواد شب؟ در سواد شب توان خواندن کتاب آسمان. سواد دو تا معنی داره، یه سواد سیاهی، یه سواد دانش. جایگذاری میکنیم دو تا معنی رو به جای کلمه اصلی. در سیاهی شب توان خواندن کتاب آسمان، بله معنی میده، اما در دانش شب معنی نمیده. همین که دانش معنی نمیده، باید دنبال تناسبش بگردی. اگه تناسب داشته باشه میشه ایهام تناسب. مثل اینجا دانش به خواندن کتاب ربط داره، پس سواد میشه ایهام تناسب، چون اون معنی که جایگذاری نشد تناسباتی داشت. اونی هم که معنی داره اصلا کاریش نداریم. ما برای این تناسب نمیخوام، برای این پایینیه میخوام که جایگذاری نمیشه. مهدیس فهمید؟ همه فهمیدن؟ قبوله؟ بچه همه یه اوکی به من بدین. خیلی شلو بریدا، بودید ببینم. بودو 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 بودو، آفرین، باریکلا باریکلا. حله، خیلی خوب. اینم از این. برگردم سر جام، حالا چیز جالب نشون بدم. حالا برگردیم به صفحه‌ای که بودیم. برم جلو صفحه رو بیارم. برگردیم ببینیم شما متوجه این مثالی که من الان میارم میشید یا نه. خب آفرین پازوکی، وایسا. اینش گفتیم، نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. درسته؟ اینجا بودیم. حالا اینجا حرف قشنگی برات دارم، لطفا با تمام تمرکزت خوبه 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 خوب به حرف من گوش بده. بچه کلمه چنگو ببینید اینجا. ما یه چنگ داریم اسم ساز چنگه، یه چنگ هم داریم به معنی پنجه است، چنگ زدن. درسته؟ بیا جایگذاری کنیم. میگه مثل چنگ فقط رگ و استخون و پوست ازش مونده بود، یعنی لاغر شده بود. در واقع میخواد بگه مثل ساز چنگ رشته رشته و باریک و ظریف و لاغر شده بود. نمیتونه بگه مثل پنجه لاغر بود. این پنجه قابل جایگذاری نیست. حالا اونی که اوکیه که هیچ،
اونی که قابل جایگذاری نیست یعنی پنجره رو کار داریم. به چی ربط داره؟ آیا تناسباتی داره؟ بله، به پوست ربط داره، به استخون ربط داره، به رگ ربط داره. پس این تناسبه وجود داره. پس جا داره که ما برگردیم بگیم کلمه چنگ اینجا دارای آرایه ایهام تناسبه، چون ساز چنگش آفرین جایگذاری شد، اوکی بود، اما پنجه جایگذاری نشد، پنجه تناسب داشت با پوست و رگ و استخون و اینا. آفرین، همه یاد گرفتین اینهام تناسبو؟ یادتون باشه فقط اون معنی که جایگذاری نمیشه، اولا نباید حتما جایگذاری بشه، بعدش هم دنبال تناسب برای اون میگردیم. خدا رو شکر حیز مهمی رو یاد گرفتید امروز. بریم کادر بعدی. میگه چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش. میگه وقتی اون آقای در واقع درویشه که گفت من یه گوشه میشینم، نمیخوام نه غذا میخوام نه چیزی، خدا خودش برام میرسونه، میگه وقتی دیگه صبر براش نمود از ضعیفی و هوش، میگه از دیوار محراب یهو یه صدایی رسید به گوشش. بچه نگاه کنید، چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش یه جمله است، ز دیوار محرابش آمد به گوش یه جمله دیگه است. فعل این نمانده، فعل این آمده، با توجه به اینا شیوه عادی است یا بلاغی؟ بچه ها عادیه یا بلاغیه؟ باریکلا شیوهمون بلاغیه، باریکلا. حالا بچه ها این بیت اگه دقت کنید موقوف المعانیه. یعنی چی؟ یعنی معنیش خیلی کامل نیست. میگه وقتی که از ضعف و ناتوانی و بیهوشی دیگه جون نداشت، یه صدایی از دیوار محراب در گوشش گفت. چی گفت بهش؟ منتظریم بریم بعدی. برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. قشنگه ها. اولا میگه برو یه شیر درنده باش، برو قدرتمند باش، برو خودت تلاش کن. دعوتمون میکنه به تلاش و قدرتمندی. میگه دقل بازی در نیار، مواظب لغت دقل باشید. دقل یعنی مکر و فریب و دروغ، در اینجا منظورش مکاره. میگه آقای مکار برو شیر باش، نباش روباه، مینداز خود را چو روباه شل، مثل یه روباه شل خودتو رو زمین ننداز. یعنی چی؟ یعنی دعوت به تلاش و کنار گذاشتن تنبلی، نکوهش تنبلی و عزت نفس داشته باشیم. عزت نفس یعنی خودت تلاش کن، بنویسم بغلش، خودت تلاش کن تا منت دیگران را نکشی. قبول؟ منظورش اینه که خودت بدو، خودت تلاش کن برای چیزی که میخوای، دست جلوی بقیه دراز نکن که موجب رفتن آبروته. این ضعف و این شلوولی و گوشه نشینی تو بذار کنار، خودت تلاش کن، خودت حرکت کن. قبول؟ حالا بریم یه بررسی با هم کنی بیتای زیرشو. ببین بیت مثلا سوم عالیه، سوال کنکور بوده. یه رزق هر چند بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها. میگه رزق و روزی شما بدون شک بهتون میرسه، شک نکنید خدا روزی رسونه، ولی شرط عقلمون میگه که بریم یه چهار تا دری هم به هم بزنیم، بریم تلاش بکنیم، به دنبالش هم باشیم. اینجوری نباشه که بعد بشینیم ببینیم الان انشاءالله خدا برسونه. رزق و روزی ما به اون میرسه، فقط عقلمون میگه که خودمون هم در تلاش باشیم، خودمون هم حرکت بکنیم. یا مثلا نگاه کن، میگه هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. میگه اونی که خودش تلاش میکنه دیگه منت دیگرانو نداره. بچه به این قضیه میگفتیم عزت نفس، خودمونو حفظ کنیم. بچه گفتیم عنقا یعنی چی؟ خیلی به درد بخوره تو ادبیات برای شما. عنقا یعنی سیمرغ. میگه اگر عنقاز بیبرگی بمیرد، شکار از چنگ گنجشکان نگیرد. میگه سیمرغ افسانه‌ای که در حال مرگ هم باشه از گشنگی، از دست اون گنجشکا غذا نمیگیره، از بقیه کمک نمیخواد، غذای دیگرانو بر نمیداره، نمیخواد منت یا حرفی پشت سرش باشه، خودش تلاش میکنه.
گرفتی چی شد؟ حالا این که میگفتیم ترک ضعف کن، بذار با یه رنگی مشخص کنم. این که میگفتیم ترک ضعف، ضعف رو بذار کنار، مثلا اینه، میگه تا چند زمین نهاد بودن، سیلی خور خاک و باد بودن. تا کی میخوای از همه سیلی بخوری؟ تا کی میخوای چک و لقت بخوری از همه؟ تا کی میخوای ضعیف باشی؟ خودت بلند شو و تلاش کن. دعوت به قدرتمندیه، درسته؟ بسیار عالی. بریم تست بزنیم جا میفته. میگه چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چو باشی ببخشید چه باشی چو روبه به واوند سیر. میگه جوری سعی کن که اتفاقا مثل اون شیره از تو بماند غذا برای دیگران و بقیه. میگه چرا مثل اون روباه به باقی مونده و وامونده غذای بقیه راضی میشی؟ بچه این وامانده یعنی باقی مونده. میگه برو مثل اون شیره باش، سعی و تلاش کن خودت به بقیه هم برسونی، نه اینکه مثل اون روباه به وامونده و پس مونده غذای بقیه سیر بشی و راضی. اگه دقت کنید ما اینجا سه تا جمله داریم. چنان سعی کن یه جمله، از تو ماند چو شیر دوتا، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. فعلامون کدوم هاشو؟ باشی، ماند، کن. معلومه به خاطر این دوتا شیوه بیت ما چیه؟ بلاغی. از اون و بر همه دوستان واضحه که این سیر و این شیر برای ما جناس ناقص هم میسازن. این که برمیگرده میگه چو روبه، پس تشبیه هم داریم. اینجا که گفته چو شیر، پس تشبیه هم داریم. قبول؟ باری کلا به همه تو. پس ما رو داره دعوت میکنه به قدرتمندی، به تلاش، اینکه خودمون از بقیه بی نیاز کنیم، پرهیز کنیم از ضعف، اتفاقا خودکفا باشیم. خودکفایی یعنی همین عزت نفس داشته باشم، خودم به جنگم به دست بیارم، پدرم در بیاد کمتر به دست بیارم، ولی چشم به مال بقیه نباشه، که منت بقیه رو سرم نباشه. حله؟ به میگیم عزت نفس. میگه بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. میگه تا میتونی با بازوی خودت تلاش کن و به دست بیار. این یعنی چی؟ یعنی عزت نفس، درسته؟ یعنی خودکفایی، درسته؟ میگه به اندازه سعی تو در ترازویت میگذارن. دوست دارم اینو رنگی کنین که سعیت بود در ترازوی خیش. میگه چیزی تو ترازوت و برم قابل تو جای میگیره، نتیجه کار تو چیزی خواهد بود که اندازه سعیته. اینجا نوشتم تنها نتیجه تلاش توه که به دستت میرسه. پس همون جوری که گفتم بحث دعوت به تلاش و خودکفایی هم بود. بیت بعدی، بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که دستم بگیر. میگه ای جوان تو که قدرتمندی، زورشو داری، بیا اتفاقا دست این درویش پیر رو هم بگیر. بچه درویش یعنی سائل، گدا، خواهنده از درها، نه اینکه خودتو بندازی زمین بزنی به ناتوانی، آی به من بدبخت کمک کنی. پس دعوت به یاری ضعیفان میکنه، برو دست بقیه رو بگیر، خودتو به ناتوانی نزن، ابراز احتیاج نکن و درویش نواز باش، به فقیرها کمک کن. نگاه کن اینکه به فکر بقیه باشیم تو بیت اول وجود داره. به گوش ارغوان آهسته گفتم، بهارت خوش که فکر دیگرانی، بهارت خوش که فکر دیگرانی. یا مثلا بیت سوم ببین، میگه کسی بر سر خلق زیبد امیر، که افتادگان را بود دستگیر. توضیح بدم بچه، امیر یعنی پادشاه، خب زیبد یعنی شایسته است. ببین چی شده، میگه کسی شایسته اینه و براش زیبا است که پادشاه مردم باشه و بر مردم خدمت کنه، که افتادگان را بود دستگیر، که با آدمای بدبخت بیچاره کمک کرده باشه، اون میتونه پادشاه باشه. بیت آخرشو ببین، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. بچه دقت کنید، اونایی که نمیدونن،
کلمه تفقد یعنی دلجویی و مراقبت. دلجویی و مراقبت. میگه ای آقایی که کرامت میکنی کریمی، به شکرانه سلامت، به شکرانه حال خوب الانت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. به درویش ها یعنی گداها هم کمک کن، هوای اونا رو هم داشته باش. خیلی خوب. بیت بعدی، خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. میگه بخشش خدا مال اون کسیه که خلق از وجودش در آسایش است. یعنی نباید بریم مردم رو اذیت کنیم. اگه مردم رو اذیت میکنی دنبال بخشش خدا نباش. بخشش خدا فقط مال اون کسیه که به مردم خدمت میکنه و خوبی میرسونه، نیکی برخلق میکنه، نه اونی که مردم رو آسیب میزنه بهشون. میگه خواهی که خدا بر تو ببخشد، با خلق خدای کن نکویی. میگه بخشش خدا رو میخوای، پس به مردم خوبی کن، بخشش کن. خوبی میخوای ببینی از خدا، به مردم خوبی کن. بچه ها من یاد چی میندازه؟ من یاد جمله معروف از ماست که بر چه بد خط شد؟ ای بابا. از ماست که بر ماست میندازه. از ماست که بر ماست یعنی چه؟ نتیجه عملون به خودمون برمیگرده. مثل بیت دوم، تخم نیکی کار و نیکی کن درو. میگه وقتی تخم نیکی میکاری نیکی هم درو میکنی، جواب در واقع خوبی های تو میشه خوبی از طرف خدا. از ماست که بر ماست، چیزی که شماها بچه امروزا بهش میگین کارما، نتیجه عملمون بهمون برخواهد گشت. درسته؟ بریم بیت بعدی که خیلی قشنگه. میگه کرم ورزدان سر که مغزی در اوست، که دون همتانن بی مغز و پوست. اولا مواظب این واژه بی صاحب باشید. دون همت یعنی کوتاه همت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشه. ببین چی میگه؟ میگه آدمی که مغز تو سرش باشه کرم میبرزد، کار خوب میکنه. اونی که تو مغزش تو سرش مغز عقل داره میاد کار خوب میکنه. میگه آدم های دون همت، پست همت و کوتاه اندیشن که خرد ندارن و کار خوب انجام نمیدن. پس میخواد بگه آقا بخشندگی نشونه خردمندیه. عقل داری؟ پس کار خوب کن، نیکی کن، خیر برسون به بقیه. مثل بیت قبلی بود تقریبا. بسیار عالی. و در نهایت میگه کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای. بچه هر دو سرا یعنی این دنیا و اون دنیا، دنیا و آخرت. میگه کسی توی این دنیا و اون دنیا خیر میبینه و نیکی میبینه که خودش هم نیکی کنه به خلق، در واقع خلق و مردم. نیکی در دو جهان نتیجه نیکی به خلقه. بازم شبیه از ماست که بر ماست. اون دنیا میخوای خدا هوا تو داشته باشه بهت نیکی کنه، پس تو هم تو این دنیا هوای مردم رو داشته باشه بهشون نیکی کن. بریم گنج حکمت آسون همت هم بگیم، بعد بریم تست بزنیم. بچه ها از جامیه این آثار، بهارستان جامیه و به شیوه نثره. جلسه پیش تاکید کردم بدونید چه اثری نظم است و چه اثری نثر است، که میبینید اینجا نثره در واقع بیشتر متن تا اینکه بیت باشه. دقت کنید، مواظبش باشید. جامی مال قرن 9 بوده، همینجوری برای اطلاعات امید گفتم اگر کسی از تو نمیپرسه اینو. بریم جلو. میگه موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را 10 برابر خود برداشته. میگه یه مورچه‌ای رو دیدیم زور زده قدرتمند، یه ملخ بلند کرده 10 برابر خودش. به تعجب گفتن این مور را ببینید که بار به این گرانی چون میکشن. باز این چون بچه ها یعنی چگونه؟ میگه این مورچه را ببینید 10 برابر خودش یه ملخ رو بلند کرده داره میبره. میگه مورچه وقتی این حرفا رو دید، شنید و خندید و گفت، این اینجا به بعد مهمه بچه ها، گفت مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند، نه به قوت تن. حتما بچه این جمله رنگی کنید. مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند،
نه به قوت تن. یه ذره لغت بازی کنیم اول. مواظب باشید. گران میدونیم سنگین. باره به این گرانی. گران اینجا یعنی سنگین. همت خیلی لغت مهمیه. همت یعنی اراده و عزم، کمک و یاری هم معنی میده. از اون ور فوق لغتی داریم به نام حمیت. حمیت یعنی غیرت، جوانمردی و مردانگی. بچه ها این اسمه. خب پس نباید بیاید طرف حمیت رو برای تو معنی کنه با غیرت، نباید حمیت رو برای تو معنی کنه جوانمرد، نباید حمیت رو برای تو معنی کنه مردانه. اینا همه غلطه. مردانگی، جوانمردی و غیرت، نه با غیرت، اینا معنی حمیت هست. دقت بکنید. درست شد؟ حالا چی میگه؟ بیاین اینجا رو هم رنگی کنید. یوقا مورچه وقتی دید اینا میگن چه جوری ملخ رو بلند کرده، گفت مردان بزرگ بارو با قدرت اراده و همت و مردونگیشون میبرن، با غیرتشون میبرن، نه به قوت تن، نه با زور بازوشون. آی پازوکی این حرفا یعنی چی؟ یعنی شما باید همتت زیاد باشه، مرد باشی، همت و تلاش داشته باشی، به زور بازو و سیکس پک و اینا نیستش. مواظب به این دوتا باشینا، خیلی حساسن. بعد مثلا اینجا صحبت کردم، میگه همت قوی کن، همت و تلاشت رو زیاد کن، از مدد راه روان عشق کان یار را به قوت همت توان کشید. میگه میخوای به یارت برسی، با همتت میتونی این کار رو بکنی. حله؟ اوکی؟ بریم یه ذره تست بزنی؟ ماشاءالله. من یادمی که اولی ها زده بودیم، دومی رم زده بودیم، سومی رم زده بودیم، چهارمی رم زده بودیم، درسته؟ اینا رو همه زده بودیم. پنج ده آره زده بودم، شش هم زده بودم، هفت رو نزده بودیم. برو بریم ببینم. از اینجا شروع میشه. هفت. بزنید جواب تو گزینه برام بفرستید. بودو ببینم کوچولو. بودوی دخترها و پسرای خوب من عالی یا زمی های گل بسد. آره دیگه هفت رو نزدیم. بزن آین از جان. خب جوابه داره میاد واسمو. بریم ببینیم چی گیرمون میاد. خب بچه ها همه اکثرا جواب زدن گزینه چند؟ سه. باری کلا. از تو حرکت، از خدا برکت، به میزان سعیته که بهت میرزه در ترازوی تو. چقدر میذارم؟ میزان سعی تو. باید یه حرکتی بکنی خدا برکت بهت بده. مرسی. خب این که آسون بود. بریم تست شماره 8. دقت کنید. گفته کدام قرابت معنایی بیشتری دارد. برو تلاش کن، دعوت به تلاش و جهاد و ایناست. اونایی هم که نمیدونن کلن کلمه قفا گفتم شاید ندونید، یعنی پشت سر. کلمه دیگه سخت عجیب غریبی نداره. بزنید.
یه دونه جواب بیشتر نیومده ها، بدید ببینم. خب جوابا داره میاد، یه مقدار متفاوت از هم، ببینیم چه خبره. نزدیکترین گزینه رو بچه ها باز خوب گفتن، میدونم تست چغری بود، ولی عمر رضا یک نمیشه. یک میگه چون مار مکن به سرکشی میل، میگه مثل مار نباش که سرکشی کنی. کینجاز قفا همی رسد سیل، میگه یو از پشت سرت سیل میادا، پس میگه سرکشی نکن. ما نگفتیم همچین چیزی رو. یک میره، ما گفتیم خودت تلاش کن، خودت کار انجام بده، خودتو به شلی نزن. گزینه دو میگه چون پیله ببند خانه را در. بچه ها میدونستید دیگه خانه را در یعنی در خانه، برعکس شد، به جای رای کسره گذاشتیم. به من بگید ببینم این رایی که اینجاست اسمش چی بود؟ بدوها. آفرین ملیسا، باری کلا بچه، رای فک اضافه بود اسمش، رای فک اضافه بود که بین دو کلمه میمید برعکسش رو میکرد میشد کسره. باری کلا دخترها، باری کلا پسرها. دو هم کسی ربطی نداشت از نظر مفهومی. قاعدتا همونجور که شما اکثرا درست گفتین جواب سه. افسرده مباش اگر نسنگی، راه وار یا شید ره وار ترای اگر نلنگی. میگه اگه لنگی نیستی پس درست را بیا. یه جورایی یعنی خودتو به شلی نزن. مینداز خود را چو روباه شل. نزدیکترین گزینه برامون گزینه چند بود؟ سه. باری کلا که همه تون درست داده بود. بریم سراغ سوال بعدی. سوال نه. هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم تایی نبرد، قرابت معنایی کمتری دارد با کدام؟ دو تا جواب اومده، بقیه هم بگم. بگید ببینم. سخت بوده نه؟ قبول داری که گزینه یک رو بپرونیم نه؟ گزینه که پرپره، میگه بار لعیمان. اونایی که نمیدونن لعیم یعنی آدم فرومایه و پست، توی سال دهم داشتی نوبت لغتشو. میگه بار لعیمان مکش ز بهر جوی زر، میگه به اندازه یه دونه جو طلا بار آدمای لعیم رو نکش. خدمت آدمای دون و پست رو نکن برای یه لقمه نون. خودتو کوچیک نکن، عزت نفس داشته باش. که یک میره، درسته؟ من میگم گزینه چهارم همین شکلیه.
میگه افکنده همچو سفره مباش برای نان. میگه مثل سفره که رو زمین میندازن اونجوری افتاده رو زمین نباش برای یه لقمه نون. خودتو کوچیک نکن به خاطر یه لقمه نون. من چهارم خط میزنم. درسته؟ مهدیس قبول داری؟ که اینم مثل همون بود؟ آتنا شمایی هم که اشتباه زدی قبول داری؟ بله؟ خب گزینه سه رو نگاه کنید. میگه از آن عزیز بود خشت خم. خم یعنی چی؟ من اینجا بنویسم. خم یعنی ظرف شراب، ظرف بزرگ، دبه بزرگی که تو شراب درست میکنن. قبول؟ نه لیوان و پارچه اینا، بزرگ تو شراب درست میکنن. میگه میدونی چرا خم ارزشش از سبو بیشتره؟ سبو چیه؟ سبو یعنی کوزه، ظرف کوچولوی شراب، لیوان مثلا. خم میشه یه تشت، یه دبه بزرگ. سبو میشه ظرف کوچیک. میگه میدونی چرا خم عزیزه و عزت داره و بزرگه؟ میگه برای اینکه مثل سبو روی دست و دوش مردم برای شکم اونا نمیچرخه، عزت خودشو حفظ میکنه. رو دست مردم برای شکم مردم نمیچرخه، از این دست به اون دست نمیشه. این خم یه دبه بزرگ ثابته، ولی این سبو از این دست به اون دست میره. پس جواب من میزنم گزینه دو. کیا فهمیدن؟ چه تست خوبی بود. فقط آیناز درست گفته بود و هلیا جواب مد. آتنام گفته بود البته. حتی آتنا جوابش رو یه بار عوض کرد. دوزاریتون افتاد؟ چی شد؟ خیلی عالی. بریم جلو. بریم تست ده. گونم رد کردم. این دکمه ها اینجا هم عوض شدش. نمیدونم مشکل از کجاست. من بلد نیستم. اینا پنهاش. خب بریم تست ده ها بزنید. گفته این با کدوم مشترک است؟ کسی تو این دنیا و اون دنیا نیکی میمونه که به مردم کمک کنه. بفرمایید. بزن ببینم. گزینه سه میگفتش که بالاییه و که بچه ها پرسیده مهدیس. میگفتش که میدونی چرا خم دبه شراب عزتش بهتر از سبوه؟ چون سبو رو دست و دوش مردم همش داره میچرخه برای اینکه شکمشون رو پر کنه. یعنی خودشو جلو مردم کوچیک میکنه، ولی خم همچین کاری نمیکنه. ده آسونا میتونید بزنید. تو ماج باری کلا. درسته. بقیه منتظرم. بودو این. خصم یعنی دشمن عزیزم. بچه ها غلط زدن. گزینه یک غلطه بچه ها. به خاطر چی جو گرفته؟ چون هر دو سرا رو دیدید گفتید هر چه کرد و کند به هر دو سرای، کس ندارد مجال چون و چرا. میگه شما هر غلطی میخوای تو این دنیا بکنی بکن، کسی حق نداره بگه چرا چه اینجوری کردی. یعنی کسی حق نداره تو رو قضاوتت کنه. چرا ربطی داشت گزینه که میره.
گزینه دو هم که میگه دشمن بود که به ما ضربه زد، ما دشمنمون خوردیم. مگر نه دنیا و گردون با مردم ضعیف دشمنی نداره که بزنه درب و داغونشون کنه. دو هم میره. من میگم گزینه 4 میشه. چرا؟ میگه ای به دولت مفتخر، مهنت کشان را دست گیر. مهنت یعنی درد و رنج. میگه اونایی که درد و رنج میکشن رو دستشون رو بگیر، کمکشون کن، نیکی رساند به خلق خدا. وی به شادی مشتغل، ای کسی که داری اشتغال داری به شادی، مشغول شادی هستی. اندوگنان را غم بخور، غم اونا را هم بخور. قبول داری؟ نیکی رساند به خلق خدا. فقط تو گزینه چند بوده؟ 4. هلیا ما با تو قرائت معنایی با کلمات کار نمی کنیم، ما با مفاهیم کار می کنیم. لطفا دقت کنید، بودن یک کلمه اتفاقا خطرناکتره. کلمات دردسر درست میکنن بچه ها. کلمات خود دردسرن. از کلمات برای گول زدن شما استفاده میشه. گرفتی منظور منو؟ سوال 11 بزنید ببینم. خدا اون بنده ایو میبخشه که مردم خیر رسونده باشه. قرائت معنی بیشتری دارد. اگه خوبی کنی خوبی میبینی. خواهش میکنم هلیا. ملیسا غلط زدی؟ غلط زدی ملیسا، دقت کن. بقیه همه درست زدن. خب بچه ها قطع به یقین تو این سوال جواب گزینه 3. میگه به جز نیکی مکن با خلق. خب اوکی، جز نیکی کردن با مردم نداشته باش. زنهار مواظب و مراقب باش که نیکی ببینی از دیدار جبار. جبار کیه؟ خدا. میگه وقتی با مردم فقط نیکی میکنی از خدا هم نیکی میبینی. خدا اون بنده ایو میبخشه و نیکی بهش میرسونه که مردم رو اذیت نکرده باشه. این نزدیکترین گزینه است. خانمی که زدی گزینه 4 عزیز دل، میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. جواب بدی رو میگه با خوبی بدین، ربطی نداره. 12 کدوم قرائت معنایی ندارد؟ ندارد. به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که فکر دیگرانی، به فکر بقیه بودن. با کدوم نداره؟ بزن بودایید، منتظر جوابی بیشترتون هستن. جوابا داره میاد کم کم. جوابا داره میاد. احمد همه یه چیز زدن ها، ولی احمد رضا یه گزینه دیگه زده.
خب احمد رضا این نداره رو دقت نکردی؟ گزینه یک میگه بخور تا توانی به بازوی خیش که سعیت بود در ترازوی خیش، یعنی عزت نفس، خودکفایی، خود تلاش کن یه چیزی رو به دست بیاری. کجاش صورت سوالی رو گفته؟ گفتیم ندارد، همین یک میشه دیگه. توی گزینه یک این که به فکر دیگران باشیم که دست درویش پیر رو بگیریم. توی گزینه سه میگه بخشش خدا به اون کسی که میرسی که مردم نیکی برسونه، آسایش داشته باشن. و تو چهارم میگه کسی که نیکی رساند به خلق خدای، اوست که در هر دو سرای خوبی میبیند. درسته؟ خب بریم در مورد این 13 صحبت کنیم. میگه معیار دوستان دغل روز حاجت است. میگه دوستای واقعی تو روز محتاج بودنت بشناس، روزی که پول نداری، روزی که اوضاعت خرابه، روزی که نیازمند کمکی. میگه اون روزی که دوستای خوب تو از بدت میتونی تشخیص بدی، میگه ازشون طلب کمک کن. اونایی که بهت کمک میکنن تو روز بدبختی و سختیت اونا میشن رفیقت، اونایی که این کار نمیکنن پس اونا دوستای واقعی تو نیستند. گفته کدوم قرابت معنای بیشتری دارد؟ برید ببینم. عمر رضا تو قبلیه رو فهمیدی بابا؟ خب خیلی بهتر و مطمئن‌تر دارید جواب میدید از اول و از جلسه قبلی. خیلی خوشحالم. باریکلا. گزینه 4. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. میگه دوست اونی که میره میگیره دست دوستش رو در پریشان حالی و درماندگی. باریکلا. سوال 14. مردان بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند، نه به قوت تن. مرد بودن به زور بازو نیست، به مردونگیه، به تلاشه، به همته. همت، حمیت، تلاش، اراده، با کدام تناسب معنایی دارد؟ بزن ببینم. تینا جوابشو داده؟ احمد رضا هم همین جور، بقیه هم دارن یواش یواش اضافه میشن به بازی ما. آینازم داد. بقیه خب جوابه ذره مختلف شد. نه البته اوکیه، نه همه تون به جواب خوب رسیدید. باریکلا. خب بریم ببینیم درست دارید یا نه. میگه از بلندی پایه همت نردبام ساز بام دولت را. بدکی نبود گزینه که زدید. اما چرا گزینه یک نشه؟ میخوام من نگم نه درسته نه غلطه جواب شما. یک میگه این ب ها، میگه به دست خود دل خود کرده ام ریش. میدونی یعنی چی؟ به دست خودم دل خودم رو ریش کردم، یعنی از ماست که بر ماست،
نتیجه عمل خودته که بهت برمیگرده. قبول؟ و میگه الان پشیمونی برام فایده‌ای نداره. اما گزینه‌ای که شما گفتید خیلی عالیه. میگه اگر پایه همت شما بلند باشه، همت و تلاش شما زیاد باشه، میتونی با این همت بلند یه پردبانی درست کنی و به بام دولت برسی، به بالاترین مقام ها برسی. باری کلا است به شما که خیلی خوب تستا رو زدید. باری کلا. اینم از این. باری کلا. آقا من یه تکلیفی رو بابت هفته بعدی بهتون بگم. خب؟ درس دو سال در واقع 11 رو قاضی بست. این اول که تهیه کتاب سیاوش پازوکی. خب؟ دو تا کتاب خوب گوش بده، دو تا کتاب بعد داشته باشید. یکی کتاب لغتمه، برید آموزشگاه تهیه کنید. کتاب حفظیجات، کتاب لغت، کتاب کوچیک‌ترمه. خب؟ یه کتاب کوچولو لغت. بعد از اون لغت بخونید مشتی و حرفه‌ای. خب؟ که الان در آموزشگاه موجوده. از اون و خدمتتون عرض کنم که به اضافه جزوه سال 11م، جزوه سال 11م هم میگم که براتون توی آموزشگاه بذارن ازش استفاده بکنید. این دو تا رو که تهیه کردید، درس دو سال 11م رو مرور کامل لغت و آرایه داشته باشید. با این ذهنیت تشریف بیارید که ما کارمون جلسه بعدی تو درس قاضی بست که از تاریخ بیهقی و متن سنگینیه راحت باشه. یه بار الان خوب بخونی نروش، یه بار مطالعه داشته باشی، مخصوصا لغت ها رو خوب بلد باشی، چون درسی بیشتر بر مبنای لغت. چیزی هم که توش خوبه، بعد جزوتون رو بگیرید به اضافه کامل کردن ستایش و درس 1/11 یعنی جزوتون رو گرفتید، نکاتی که تو فیلم ها گفتم و توش وارد میکنید، ستایش و درس 1 و بعد در واقع درس 2 پیشخوانی خیلی خوبی انجام میدید برای روز کلاسمون. با ذهنیت خوب بیاین، با آمادگی بیاین که کار راحت تری داشته باشیم، بتونیم به جاش تست بیشتری بزنیم. از جلسه دیگه هم خب یه ذره سرعت عمل میره بالاتر، چون هم شما جزوه دارید، هم در واقع ما راحت تر میتونیم کار رو پیش ببریم. برای این تست هم همه در همون جزوه هستش. آره آره، شما یه جزوه سال 11 میری آموزشگاه، جزوه رو بهت میدن خب که قسمتی از این کتابه. اما اون کتاب کوچولو، کتاب لغت رو لازم دارید، اونو باید داشته باشید. یه کتاب کوچولویی از آموزشگاه تهیه میکنید، یه جزوه سال 11 میگیری و میای خونه. توی اون در واقع کتاب تست هست، توی اون کتاب کوچولو لغت هم تست هست. اون کتاب کوچولو لغت و املا و تاریخ ادبیات و در واقع تست داشه، خیلی به دردتون میخوره. بله، ادبیات جامع، اون جزوه سال 11 جامع، جزوه برای فقط 11. اما این کتاب لغت 10 و 11 و 12 همه لغت ها و همه تاریخ ادبیات و همه املا رو داره. همونه آیناست، شما اونی که گرفتی درسته. بله بله بله، لاتین حله. اوکی بچه ها فهمیدین؟ دوزاری افتاد؟ سوالی کاری چیزی هم داشتین از خودم توی دایرکت اینستاگرام هم بنویسین، بگید ما 11 به صد هستیم. چون نپرسین ندونم کی هستی جواب نمیدم، ولی توی دایرکت اینستاگرام هم اگر کاری چیزی داشتید بنده در خدمتون هستم. باشه، دم شما ها گرم، خیلی عالی بودید. مرسی از شما، مرسی از شما، دم همتون گرم، خیلی عالی. سوالی چیزی نیست بچه ها؟ خیلی خوب بودید. انشالله که حسابی رو اینا کار بکنید. خیلی مخلصم، خداحافظتون باشه، فعلا خدا نگهدار، خسته نباشید. بهزاد آشنای سنه است.